به نام خدا. سلام، امین افشاری هستم از فارکس حرفه‌ای. در این جلسه قصد داریم تا با هم دیگه نحوه ثبت نام و احراز هویت در کارگزاری FPS رو به شما عزیزان آموزش بدیم. برای ثبت نام در کارگزاری FPS ما باید وارد سایت این کارگزاری بشیم. شما لینک این سایت رو میتونید در قسمت دیسکریپشن مشاهده کنید. وارد سایت کارگزاری میشیم و برای ثبت نام بر روی گزینه اوپن اکاونت در سمت راست بالای صفحه کلیک میکنیم. در صفحه جدیدی که برای ما باز میشه در قسمت اول ایمیلی که دسترسی کامل بهش داریم رو یادداشت میکنیم. و در قسمت دوم نام و نام خانوادگی خودمون رو به طور دقیق و کامل یادداشت میکنیم. و سپس برای گزینه ریجستر از تریدر کلیک کنید. سپس در صفحه جدیدی که برای ما باز میشه برای این گزینه در اینجا کلیک کنید تا مرحله اول ثبت نام ما با موفقیت تکمیل بشه. در قسمت بعد از ما خواسته شده تا یک حساب معاملاتی برای خودمون باز کنیم. به این نکته توجه داشته باشین که شما پس از تکمیل ثبت نامتون میتونید در حساب خودتون یا کابین شخصی خودتون هم حساب معاملاتی افتتاح کنید. در اینجا به طور مثال ما یک حساب متا تریدر 5 ارز پایه دلار با لورج 1:200 انتخاب میکنیم و برای گزینه اوپن اکاونت در اینجا کلیک میکنیم. در این صفحه که برای ما باز میشه ما میتونیم مشخصات کابین شخصی خودمون رو در قسمت بالا و مشخصات حساب معاملاتی خودمون رو در قسمت پایین مشاهده کنیم. برای ورود به پلتفرم معاملاتی متا تریدر شما باید لاگین یا یوزرنیم خودتون که در این قسمت قرار داره رو داشته باشید و پسورد یا رمز عبور این حساب که در اینجا ذکر شده رو یادداشت کرده باشید یا کپی کرده باشید و بر روی متا تریدر خودتون وارد کنید تا وارد حساب معاملاتی خودتون در متا تریدر بشید. همچنین شما میتونید با کلیک بر روی گزینه ادیت در اینجا میتونید پسورد کابین خودتون رو تغییر بدید. برای این کار کافیه تا در قسمت نیو پسورد پسورد خودتون رو که شامل حروف کوچیک و بزرگ انگلیسی و تشکیل شده از اعداد 0 تا 9 هستش رو یادداشت کنید و در قسمت دوم این پسورد رو تکرار کنید و بر روی گزینه چینج پسورد در اینجا کلیک کنید. خب همونجوری که مشاهده میکنید پسورد ما با موفقیت تغییر کرده. همزمان با تکمیل این مرحله از ثبت نام برای ما از طرف این کارگزاری ایمیلی به ایمیلمون ارسال میشه. من وارد ایمیل خودم میشم و در اینجا شما همونجوری که مشاهده میکنید ما 3 ایمیل رو از طرف این کارگزاری دریافت کردیم که در ایمیل اول من میتونم مشخصات حساب معاملاتی خودم رو مشاهده کنم، مشخصاتی مثل لاگین یا نام کاربری و پسورد پلتفرم معاملاتی یا متا تریدر رو در اینجا مشاهده کنید. در صورت که میخواین این پسورد رو ببینید کافیه تا بر روی گزینه ویو دو پسورد در اینجا کلیک کنید. در صفحه جدیدی که برای ما باز میشه در اینجا شما میتونید به راحتی پسورد حساب معاملاتی خودتون برای متا تریدر رو مشاهده کنید. در صورتی که قصد احراز هویت و تایید مدارک خودتون در این کارگزاری رو دارید باید به این نکته توجه داشته باشید که این کارگزاری در حال حاضر هیچ گونه خدماتی رو به ساکنین ایران ارائه نمیکنه، ولی اگر شما ساکن کشوری غیر از ایران هستید و دارای اقامت قانونی با حداقل اعتبار 3 تا 6 ماه باشید میتونید به راحتی در این کارگزاری ثبت نام کنید و از امکانات این کارگزاری استفاده کنید. برای احراز هویت کافیه تا بر روی گزینه داشبورد در اینجا کلیک کنید. در صفحه اصلی کابین شخصی در سمت راست بالای صفحه ما میتونیم وضعیت پروفایل یا کابین خودمون رو مشاهده کنیم. در حال حاضر ما ایمیل خودمون رو تایید کردیم و برای احراز هویت نیاز داریم تا شماره تلفن همراه خودمون رو تایید کنیم. برای این کار بر روی گزینه کانفرم فون در اینجا کلیک کنید. در این قسمت شماره تلفن خودتون رو یادداشت کنید و سپس برای گزینه سند اسمس کد در اینجا کلیک کنید. در این لحظه اسمسی از طرف کارگزاری باید برای ما ارسال بشه. بعد از دریافت این اسمس در این قسمت کدی که دریافت کردیم رو یادداشت میکنیم و سپس برای گزینه کانفرم در اینجا کلیک میکنیم. خب همونجوری که مشاهده میکنیم ما تونستیم با موفقیت شماره تلفن خودمون رو هم تایید کنیم. برای تکمیل احراز هویت دوباره وارد داشبورد خودمون میشیم و این بار برای احراز هویت برای گزینه وریفای آیدنتیتی در این قسمت کلیک میکنیم. در صفحه جدیدی که برای ما باز میشه در قسمت اول باید پاسپورت نامبر یا شماره مدرک شناسایی که قصد آپلودش رو داریم در اینجا یادداشت کنیم. من به دلیل اینکه قصد دارم تو پاسپورت خودم رو برای این کارگزاری ارسال کنم پس شماره پاسپورت خودم رو می‌نویسم و پیشنهاد منم به شما استفاده از پاسپورت. در این قسمت شماره پاسپورت خودم رو یادداشت می‌کنم
و در قسمت بعدی تاریخ تولد خودم رو به میلادی می‌نویسم و بعد از یادداشت کردن تاریخ تولد خودم به میلادی در این قسمت بر روی این گزینه کلیک می‌کنم تا بتونم مدرک شناسایی خودم رو آپلود کنم. در اینجا مدرک شناسایی مد نظر خودم رو انتخاب می‌کنم و بر روی گزینه اوپن کلیک می‌کنم. بعد از انجام این کار بر روی گزینه سند ریکوست در اینجا کلیک می‌کنم. خب همونجوری که مشاهده میکنید مدارک ما برای این کارگزاری ارسال شده و ظرف نهایت 1 تا 2 روز کاری تاییدیه مدارک از طریق ایمیل و یا داشبورد شخصی ما در کابین شخصیمون قابل رؤیته. به پایان این ویدیوی آموزشی رسیدیم. امیدوارم که این ویدیوی آموزشی براتون مفید بوده باشه. در صورت بروز هر گونه سوالی میتونید در قسمت کامنت ها این موارد رو با ما در میون بذارید تا در سریعترین زمان ممکن شما رو راهنمایی کنیم. امین افشاری هستم از فارکس حرفه‌ای. تا آموزشی دیگر، بدرود.